سلام، این قسمت میخوایم بریم با پلاگین اسکیلر یک مقدار آشنا بشیم و یک توضیحاتی راجبش بدم. ببینید، پلاگین اسکیلر پلاگینیه که یک سری توالی آکورد بهتون میده، آکوردهای گام رو بهتون میده، نوتهای گام رو بهتون میده. حالا یک مود و استایلی هم برای هر گام اومده نوشته که میشه ازش استفاده های خوبی کرد که حالا میریم با همدیگه این استفاده ها رو میبینیم. ببینید، این پلاگین اولین چیزی که داره اینه که مثلا شما اگر بیاید نوت های یک ملودی رو بهش بدید، بهتون میگه که این ملودی به چه گام هایی میخوره. به طور مثال حالا فرض کنید ما مثلا یه همچین چیزی داریم مثل ملودی های 808 مافیاس تقریبا. میخوایم ببینیم این ملودی گامش چی هست. میایم توی، البته خب مشخصه این الان گامش لامینوره، ولی به عنوان مثال دارم بهتون میگم ملودی های خیلی پیچیده تری هم میتونید بیاید بندازید داخلش و ببینید. میام اینجا روی قسمت دیتکت استارت رو میزنم، پلی میکنم. بعد از اینکه حالا یک دور دو دور ریکورد شد، میایم استوب میکنیم و این به این نوت هایی که داخل ملودی بوده رو اینجا میاره. این قسمت میاد گام هایی که به این ملودی میخوره رو بهتون میگه که گفتیم ای مینور میخوره، حالا این پایین اومده گفته اف ماژور هم میخوره. باز میتونید بیاید پایین تر، گام های خیلی مختلف، موت های مختلف، گام های مختلف میگه بهتون و جلوش میاد استایلش رو مینویسه. مثلا برای ای مینورمون نوشته جدی، غمگین، احساسی، سنتیمنتال. برای اف ماژورمون نوشته هپی، لایت، برایت و حالا خیلی متها و گام های دیگه که اینا میاد به این میخوره و آکوردهای اون گام رو میاد این پایین بهتون نشون میده که مثلا اگر ما تو این گام بخوایم چه آکوردهایی میتونیم بذاریم. اینا آکوردهایی که داخل گام ای مینور داریم. بعد میتونه کورد وریشن یا انواع مختلف آکوردهایی که روی یک نوت گامتون میتونه قرار بگیره رو بهتون نشون بده. مثلا مینور 3 صدای، ساسپند 2، ساسپند 4، مینور 7 و الی آخر که میبینید انواع خیلی مختلفی داره. برای نوت A میاد روی نوت B میگه مثلا دیمینیشت میشه. یه حالت دیگر رو داریم، حالتهای متفاوتی که میتونید روی نوت B توی گام A مینور بذارید. نوت C هم باز میاد میگه این آکوردها رو میتونی روش قرار بدی و الی آخر. میتونید بیاید روی حالت وایسینگ. حالت وایسینگ میاد مدل آکوردتون رو حالا یا از نظر معکوس کردن یا اضافه کردن اکتاو بالاتر از همون نوتای آکورد یا توی بیس تغییر میده. مثلا من میذارم وایسینگ 4. ببینید اگر این بالا رو کیبوردش نگاه کنید، ای مینور رو میاد یه دونه ای تو اکتاو بالاتر اضافه میکنه. یا حالا اگر بریم مثلا وایسینگ 2، ای مینور رو اگر دقت کنید معکوس گرفته جوری که نوت ای پایین ترین نوت هست. وایسینگ 1 وایسینگ حالا بیایم 6م و 7م، میبینید یه دونه جی اومد اضافه کرد که حالا بعدش میتونید بیاید از این آکوردها انتخاب کنید، بیارید این پایین و توالی آکوردتون رو بچینید. مثلا بیایم ای مینور، دی مینور، سی ماژور، ای. این مثلا میشه توالی آکوردی که من انتخاب کردم. بعد این رو میتونم اکسپورت بگیرم بیارم اینجا داخل پیانو رول و حالا این رو دیگه با ریتم و زمانبندی که خودتون میخواید میتونید قرار بدید که مثلا بیایید اینجوری بذارید یا بیایم یک سری تغییرات دیگه بدیم، از نظر زمانی نوت‌ها رو تغییر بدیم، ریتمش رو تغییر بدیم، بیایم مثلا اینجوری بذاریم و حالا هر حالت دیگه ای که بخواید. خب این حالت دیتکتش بود. یک حالت دیگه داریم که اینجا اسکیل، فقط گام ها رو میاد بهتون نشون میده، نوت هاشو میگه چی هست. اگر دقت کنید روی این کیبورد این بالای خط آبی میندازه، استایل گام رو جلوش میگه. اگر روی این بزنید نوت های گام رو پلی میکنه، آکورد های گام هم که این پایین داره، دقیقا مثل همون کاری که توی قبلی میکردیم. توی قسمت سانگز اومده، حالا گفتم مثلا توی آلترناتیو دو تا توالی آکورد داره براتون. که میتونید حالا این توالی آکورد اگر خوشتون اومد بیارید استفاده کنید توی این پایین و باز اکسپورت بگیرید و ببرید، یا میتونید بیاید تغییرش بدید، مثلا بیاید توی این گام یا بیاید توی این گام. حالتهای مختلف چیل داره مثلا.